همین همه گرامی، درود بر شما. هفته گذشته گزارش رو تقدیم حضورتون کردیم از فشار بر جبهه ملی ایران، احضارها و بازداشتها. این هفته این فشارها افزایش یافت و ابعاد گسترده تری به خودش گرفت. بعضی از رهبران جبهه ملی ایران مثل دکتر هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و از نوابق علوم سیاسی کشور، تحلیلگر سیاسی، بار دیگر به وزارت اطلاعات فراخوانده شد و مورد بازجویی قرار گرفت. مهندس کوروش زعیم، نویسنده، پژوهشگر، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران، همچنان منتظر روز بازجویی و احضارش است. دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، برای سومین بار مورد بازجویی قرار گرفت و تمام این بازجویی ها در مورد بیانیه 25 مهر ماه جبهه ملی ایران، تحلیلی از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور است. در همین رابطه دکتر علی رشیدی به جرم نوشتن این بیانیه همچنان بدون اتهام در بازداشت به سر میبره. آقای محمد علی دادخواه وکالت ایشون رو به عهده گرفتند و قرار استش که روز شنبه به ایشون از طرف دادگاه اعلام بشه که جرمشون چیست و در کدام دادگاه مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. پیمان عارف، عضو جبهه ملی ایران و از مسئولین سازمان دانش آموختگان جبهه ملی که چند پیش بعد از یک زندان طولانی آزاد شد، ولی قبل از آزادی 74 ضربه شلاق را به جرم توهین به آقای احمد نژاد تحمل کرد، با دو تن دیگر از دوستان شرر تبریزی و خانم عسل اسماعیل زاده بر مزار ندا آقا سلطان دستگیر میشه و همچنان در بازداشت به سر میبره. دو نفر دیگر فعلا آزاد هستند. مهندس حمید رضا خادم، جوان 34 ساله‌ای که غیر از عشق به ایران هیچ جرم دیگه‌ای نداره، محکومیت ناعادلانه 4 ساله خودش رو طی می‌کنه. ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هستیم و واقعاً این ظلم بیداد بزرگ رو نمی‌دونم تا کی میشه تحمل کرد. امیدوارم که به زودی پایان پیدا کنه. استاد ادیب برومند، رهبر جبهه ملی ایران، رئیس هیئت رهبری و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، هم روز گذشته به وزارت اطلاعات رفت و شرح وطنخواهی و دلسوزی جبهه ملی ایران رو برای کسانی که مطمئن نیستم از این وطنخواهی و دلسوزی بوی برده باشن رو داد. استاد ادیب برومند به آقایون بازجو گفتن که به هیچ عنوان حاضر به گذاشتن حق در زیر پا نیستن و از حاکمیت ملی همیشه دفاع کرده و می کنند و هیچ هدفی هم غیر از آزادی خواهی و وطن خواهی ندارند. به هر حال جبهه ملی ایران در زیر فشار هست و این فشارها هر روز داره ادامه پیدا میکنه. اما با شناختی که ما از رهبری جبهه ملی و اون خطی که حاکم بر جبهه ملی ایران هست، میدونیم که اونها کوتاه نخواهند آمد و حتی اگر به قیمت انحلال جبهه ملی تمام بشه، آنها پای حرف حق خواهند ایستاد. جبهه ملی پنجم به رهبری ادیب برومند از سال 1373 دوباره آغاز به کار کرد و در این مدت در تاریک ترین دوران استبداد ایران قاطعانه و شجاعانه از منافع ملی ایران هر کجا که توانست دفاع کرد. حالا این فشارها بر جبهه ملی افزایش پیدا کرده و افزون شده بر محدودیت‌های پیشین. جبهه ملی حق برگزاری کنگره رو نداشت، حق گرد همایی رو نداشت، حق پخش نشریه داخلی جبهه ملی ایران، پیام جبهه ملی رو نداشت و حالا هم که حق تشکیل جلسات و صدور اعلامیه رو نداره. به هر حال این انحلال، اگر جمهوری اسلامی به این اشتباه دست بزنه و جبهه ملی رو
منحل بکنه، ننگ ابدی برای خودش و افتخار جاوید برای جبهه ملی ایران خرید. جبهه ملی در طول 50 سال گذشته غیر از دفاع از حاکمیت ملی و غیر از دلسوزی و وطنخواهی هیچ جرم دیگه ای نداشته. جبهه ملی هیچ وقت آفریننده بحران نبوده، بلکه همیشه بحران موجود جبهه ملی رو به خدمت گرفته. در این هفته همچنین صحبت‌هایی از احتمال حمله نظامی به ایران شد. گزارش آژانس اتمی و همینطور اون طرح توطئه قتل سفیر عربستان که چند هفته پیش مطرح شده بود دامن زد به این بحث با واکنشی از طرف رهبران جمهوری اسلامی روبرو شد. جبهه ملی در 5 آگوست سال گذشته برابر با 15 شهریور ماه یک نامه ای رو به آقای اوباما نوشته بود در مورد حمله نظامی که این حمله به سود هیچ کس نیست و به هر حال هیچ کس از اون نفعی نخواهد بود. در این نامه به پرزیدنت اوباما جبهه ملی اول خودش رو معرفی کرده که سازمانی است که 61 سال پیش به بوشهر دکتر محمد مصدق با هدف ایجاد یک نظام دموکراتیک و متعهد به منشور حقوق بشر که ایران نیز از امضا کنندگان آن است در ایران تأسیس شد. بعد اشاره کرده به کودتای سال 1953 که این کودتا باعث شد که روند دموکراسی در ایران کند شه و متاسفانه پیامد اون انقلابی بود که در سال 79 در ایران رخ داد که عامل گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه و در تمام دنیاست. بعد گفته است که ما تردیدی نداریم که دولت اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های نابخردانه و غیر شفاف و با هزینه کردن ثروت ملی در پشتیبانی از مرتجع‌ترین نیروهای افراطی در خاورمیانه بزرگترین سهم را در ایجاد این وضعیت بحرانی ایفا می‌کند. ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون ایران سیاست‌های تنش‌آفرین و تقویت تروریسم بین‌المللی جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم می‌کنیم. اما در آنجا در پایان به آقای اوباما گفته که تجربه آن جناب و مردم ایالات متحده در عراق نشان داده است که جنگ و خشونت وسیله مناسبی برای برقراری دموکراسی محسوب نمی‌شوند، بلکه به تقویت نیروهای افراطی و توریست و تروریست می‌انجامند. از جناب علی به عنوان رئیس جمهور کشور دارای دموکراسی انتظار می‌رود که با شهامت از خطر این جنگ بی‌حاصل جلوگیری کنید و در دام جنگ طلبی جمهوری اسلامی و دیگر عناصر جنگ طلب قرار نگیرید. ما انتظار داریم در چنین موقعیت حساس و تاریخی به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود عمل کرده در جهت فرایند دموکراسی در ایران به دوستی ملت‌ها اجازه ندهید ایران تبدیل به عراق و افغانستان دیگری شود. دو نمایی که به سود ایران، ایالات متحده، آمریکا و جهان نخواهد. از طرف جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا حسن لباسچی 15 مرداد 1389 به هر حال به خاطر جب حاکم بر منطقه و اوضاع کنونی لازم بود که این نامه بار دیگر منتشر بشه. 19 آبان ماه ساروز شهادت دکتر حسین فاطمی. دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر محمد مصدق و کسی که مصدق به او اطمینان داشت و به گفته او ایده ملی شدن صنعت نفت از دکتر حسین فاطمی بود. کوروش زعیم به مناسبت این روز یک یاد داشته کوتاهی نوشته که در سایت خبرگزاری جبهه ملی ایران هست و در پایان این یادداشت آمده است که پدیده فاطمی بایستی بیشتر کند و کاف شود تا بفهمیم چرا مصدق که خود مردی به عظمت تاریخ این ایران بود این همه به فاطمی جوان احترام می‌گذاشت، به او تکیه می‌کرد و به او اعتماد داشت. چرا شاه و درباریان این همه از او می‌ترسیدند و با او دشمن بودند؟ چرا سفارت‌های انگلستان و شوروی آمریکا به شهادت اسناد فاش شده جملگی او را مرکز ثقل جنبش ملی ایران و موتور نهضت ملی می‌دانستند و چرا این همه در نهضت ملی ایران
دشمن بدخواه و حسود و هرزه گو داشت. چرا؟ چون فاطمی یک اندیشمند استثنایی، تیزهوش و یک نابغه سیاسی بود. فاطمی نه تنها هوش فوق‌العاده‌ای داشت، در مسائل سیاسی تیزبین و آینده‌نگر و واقع بینانه بود. از شهامت بسیاری نیز برخوردار بود. او میدانست چه میخواهد و به کجا میرود. او مصمم بود که توان و هوش و زندگی خود را وقف مبارزه علیه خیانت به میهن، دیکتاتوری و فساد کند و آماده پرداختن هزینه آن بود. و آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟ کوروش زعیم عضو شورای مرکزی کف ملی ایران 19 آبان 1390 یاد و نام دکتر حسین فاطمی جاوید و گرامی بود. با سپاس فراوان از توجه شما به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه، تا هفته آینده بدرود و مثل همیشه پاینده ایران.